ایرلند به مدت 6 ماه ریاست اتحادیه اروپا را بر عهده خواهد داشت. و همین مناسبت یورونیوز گفتگویی را در مورد موضوعاتی نظیر بحران مالی اروپا، سقط جنین در ایرلند و همچنین قصد بریتانیا برای خروج از این اتحادیه با انداکنی نخست وزیر ایرلند انجام داده است. آیا فکر میکنید کشوری مثل بریتانیا باید بتواند اختیارات بیشتری را از اتحادیه اروپا بگیرد یا اینکه این اتحادیه را کلا ترک کند؟ من نمیتوانم از سوی دولت بریتانیا صحبت کنم، اما با عنوان رئیس دولت ایرلند میتوانم اطمینان دهم که روابط خوبی با بریتانیا از سالها پیش داریم. بریتانیا به نوعی محرک بازار مشترک در اتحادیه اروپا بوده و نقش این کشور در اتحادیه بسیار حیاتی است. به نظر من ترک این اتحادیه از سوی بریتانیا یک فاجعه خواهد بود. اگر این کشور خارج از بازار مشترک اروپا بود و هیچ تأثیری در شرایط حاکم بر این حوزه نداشت، فکر نمی کنم که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا برای دیگر اعضای اروپا مهم جلوه می کرد. امیدوارم که بریتانیا به ماندن در اتحادیه اروپا به عنوان یکی از کشورهای محوری این اتحادیه ادامه دهد. آیا کشورهای این اتحادیه می توانند تنها بخشی از تعهداتی را که دوست دارند انتخاب کنند؟ اتحادیه اروپا شرایطی دارد که برای تمامی اعضای آن یکسان است و همه کشورهای عضو باید به تعهداتشان در برابر این اتحادیه به یک شکل عمل کنند. در واقع اگر بپذیریم که شرایط عضویت برای یک کشور را بازبینی کنیم، در آن صورت مجبور خواهیم بود بسیاری از شرایط عضویت را تغییر دهیم. شما از به توافق رسیدن بر سر بدهی بانک‌های اروپا صحبت کردید. با توجه به زمزمه‌هایی که از برلین به گوش می‌رسد، آیا هنوز به این توافق مطمئن هستید؟ این امر در دو مرحله ممکن خواهد شد. پیش از همه باید بگویم که ایرلند به عنوان یک کشور کوچک یکی از اولین کشورهایی بود که توافق اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول را تایید کرد و سیاست‌های پولی اتحادیه اروپا را در زمانی که بانک‌های زیادی در حال ورشکستگی بودند اعمال کرد. ما مجبور بودیم 64 میلیارد یورو قرض کنیم و تنها منبع مالی ما برای بازپس دادن این بدهی مالیات است. همانطور که می‌بینید این امر به دو بخش مهم تقسیم می‌شود. یکی از راه‌ها این است که شما اوراق بهادار داشته باشید. راه دیگری که می‌تواند ما را به توافق برساند در نظر گرفتن شرایط دیگر بانک‌ها و تعهد به توافقی است که در ماه ژوئن گذشته برای نجات بانک‌ها از بدهی‌ها در اتحادیه اروپا حاصل شد. رئیس جمهوری فرانسه از یکسانسازی مالیات ها در اروپا سخن گفته است. آیا در این مورد پیشنهادی دارید؟ آیا این امر در دوره نخست وزیری شما همزمان با افزایش مالیات در ایرلند نیز اعمال خواهد شد؟ فکر می کنید آزادسازی مالی که آقای اولاند از آن سخن می راند عملی است؟ ایرلند مالیات‌های خود را تغییر نخواهد داد. در حال حاضر این رقم 12.5% است. این رقم مالیاتی برای سال‌های پیش رو ثابت خواهد بود. مالیات هر کشوری با توجه به توانایی‌های مالی آن کشور تعیین می‌شود و این در معاهدات اتحادیه اروپا نیز آمده است. کشورهای دیگری هم در اتحادیه اروپا هستند که مالیات خود را در سطح کمتر از 20% تعیین کردند. افزایش مالیات و یا مالیات یکسان می تواند یک راه حل باشد، اما ایرلند تغییری در مالیات های خود ایجاد نخواهد کرد. ما یک بخش خدمات بین‌المللی پویا در دوبلین داریم که بیش از 35 هزار کارمند در اختیار دارد و قصد نداریم موقعیت لندن را که با مالیات بر معاملات بین‌المللی مخالف است ضعیف کنیم. اما ایرلند از برنامه های اتحادیه اروپا در این زمینه حمایت می کند و در اولین فرصت نشستی را با موضوع مالیات بر معاملات مالی که مورد حمایت 11 کشور دیگر اتحادیه اروپا از جمله ایرلند است برگزار خواهیم کرد. مگر نه اینکه گفته می شود بانک ها مسئول این بحران هستند. آیا وظیفه آنها نیست که هزینه این بحران را تامین کنند؟ چرا باید شهروندان به جای آنها این هزینه ها را بپردازند؟ البته این نظر در مذاکرات با دستاندرکاران سیستم ثبات اروپا مد نظر قرار خواهد گرفت. این سیستم فرصت و توانایی تامین راه‌های جذب سرمایه برای بانک‌ها را خواهد داشت. هدف اصلی این سیستم این است که مردم پرداخت کننده بحران نباشند. ایرلند تنها کشوری است که شهروندان آن مجبورند به میزان بالایی در بازپرداخت بدهی‌ها سهیم شوند. به همین دلیل است که از همکاران اروپایی خود انتظار حمایت داریم. این شرایط می‌تواند باعث شود که نتوانیم به برنامه‌های خود در سال جاری عمل کنیم.
بحثی در پارلمان اروپا در مورد ضمانت‌های جدید برای جوانان وجود دارد. شما فکر می‌کنید که دولت‌ها قادر به تضمین شغل خواهند بود؟ من فکر می‌کنم تضمین کلمه درستی نباشد. شاید فرصت شغلی برای جوانان جایگزین بهتری باشد. من همراه با صدر اعظم اتریش در وین از یک مرکز آموزش کار برای جوانان دیدن کردم. شمار جوانان بیکار در اتریش کمتر از 3% است. تقریبا دیده نمی شود. در بعضی از کشورها این میزان بیکار بالغ بر 50% جمعیت فعالان کشور است. مثلا در ایرلند این رقم 29% است. فکر میکنم باید از کشورهایی که سیاستهای درستی در این زمینه داشتند یاد بگیریم. در این 6 ماهی که ایرلند رهبری اتحادیه اروپا را به عهده دارد، یک بخش ویژه در مورد تضمین شانس دستیابی به شغل برای جوانان ایجاد خواهد شد و جوانان اتحادیه اروپا با سیاست‌هایی که به آنان شانس اشتغال می‌دهد آشنا خواهند شد. Political platforms can be put in place to give them a chance, an opportunity. فکر می‌کنید با توجه به اینکه 87,000 ایرلندی این کشور را ترک کرده‌اند، تأمین این شانس اشتغال برای آنها قابل فهم خواهد بود؟ اروپا 26 میلیون بیکار دارد و این غیر قابل قبول است. در این میان این جوانان ایرلندی برای دستیابی به شرایط بهتر کشور را ترک کردند. چند وقت پیش در سفری به چین یک گروه 500 نفری از اتباع ایرلندی را ملاقات کردم. آنها رفتن به چین را برای به دست آوردن فرصت مناسب شغلی انتخاب کرده بودند. در حال حاضر در پارلمان ایرلند بحث بر سر سقط جنین است. آیا فکر می‌کنید این مباحث به یک همه پرسی بیانجامد؟ نه، همه پرسی دیگری بر سر این موضوع برگزار نخواهد شد. درباره این موضوع بحث برانگیز یک همه پرسی طی 3 سال گذشته برگزار شده است. در مورد سقط جنین یک کمیته در پارلمان شکل گرفته که مطالعات خود را بر نظرسنجی از مردم استوار کرده است. این نظرات توأم با حس احترام و انسان دوستی بررسی شده. دولت در پی فراهم کردن یک بستر قانونی با در نظر گرفتن تمامی نظرات بر سر این موضوع است. Where legal certainty will be given to medical personnel who have to intervene in the case of a crisis pregnancy. این قانون می تواند افرادی را که در موقعیت‌های حساس برای نجات جان یک مادر باردار از نظر قانونی وارد عمل می شوند تحت حمایت قرار دهد. از سوی دیگر سوال مهمی که مطرح است شرایطی است که می تواند جان یک مادر را به خطر بیاندازد. این مسئله خیلی پیچیده است، به همین خاطر باید به دور از هر گونه تشویشی و در شرایطی منطقی و با در نظر داشت حرمت افراد مورد مطالعه قرار گیرد. این به هیچ وجه نباید این برداشت را در بین مردم ایجاد کند که سقط جنین به دلخواه افراد است. این بحث مطرح نیست. Okay, well, Taoiseach, Enda Kenny, thank you very much for joining us. Thank you. Thank you indeed. Thank you for your time.